تفسیر قرآن کریم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سر سفره مائده آسمانی و وحی قرآن و کلام خالقیم. هر آیه رو چند دقیقه روان و فشرده و ساده و قطعی تفسیر میگیم. از اول قرآن شروع کردیم، جزء هفتیم، سوره انعام، و الان آیه 78 با هم بشنویم. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون. حضرت ابراهیم که خداوند یک دید ملکوتی بهش داد، به درجه یقین رسید، با گروه های مختلف ستاره پرست و ماه پرست و خورشید پرست برخورد کرد، با مماشات گامی به سوی اونها برداشت، ولی بعد که دید ستاره ناپدید شد گفت دوست ندارم خدای من ناپدید شه، بعد دید ماه هم ناپدید شد گفت اصلا من دوری میجویم از شما و اگر خدا من رو هدایت نکنه من گمراه خواهم شد. حالا این سفر با خورشید پرستا برخورد کرد، برخورد حضرت ابراهیم با خورشید پرستا. فلما رأى الشمس بازغه، همین که حضرت ابراهیم دید خورشید برآمده، قال هذا ربی، گفت ها ای خداست، هذا اکبر، این از ستاره و ماه بزرگتره. فلما افلت، دید عجب، این خورشیدم غروب کرد، قال یا قوم، گفت بابا ای قوم من، اینی بری امم ما تشتکون، من براءت میجویم از اون چه شما شریک قرار میدهید، بیزارم از این که میگم از مم ما تشتکون، نمیگم بری امم ما اشتک تو. پیداست اونجا هم که گفت هازا ربی در آیه عرض کنم بزرگ شما که سه تا هزار ربی داریم. در آیه 76 همه که ستاره رو دید گفت هزار ربی، این ستاره پروردگار منه. در آیه بعد ماه که دید گفت هزار ربی، ماه پروردگار منه. در این آیه میگه خورشید دید گفت هزار ربی. حضرت ابراهیم به سه چیز گفت رب منه، یه بار گفت ستاره رب منه، یه بار گفت ماه رب منه، یه بار گفت خورشید رب منه. سه تا آیه پشت دادن ستاره و ماه خورشید گفت هزار ربی. این فرض. بعد ما میگیم این دلیل برای اینکه میخواسته کمی کوتاه بیاد که اونها را با اونها مماشات کنه، همراهی کنه، بعد فکر اینا را عوض کنه. به چه دلیل ما میگیم؟ چون پیغمبر معصوم است، عصمت با شرک نمی‌سازد. دلیل دومونم اینه که میگه انی برای ام ما تشتکون، من از این شرک شما بیزارم، وگرنه میگفت انی برای ام از حرفایی که زدم، گفتم هزار ربی، من بیزارم از حرفای خودم، من بیزارم از شرک خودم. نگو از شرک خودم و از حرف خودم بیزارم، گو از شرک شما بیزارم. پس به دلیل حضرت ابراهیم حتی برای یه لحظه هم مشرک نبوده. برائت از شرک یک فریاد ابراهیمیه، انی برای ام ما تشتکون. برائت هم از شرک، نه از افراد. نگو انی برای ام من کم، نگو من از شما بریم، فرمود من ما تشتکون، از شرک شما بزن. در قرآن میگه که میگه من از عمل شما متنفرم، نه از خود شما، یعنی باید شما از گناه بدت بیاد نه از گناهکار. یه چیزی ممکنه گناهکار باشه بگه آقا من شما رو دوست دارم، کار رو دوست ندارم، من عمل شما رو دوست ندارم. اینی برای ام ما تشتکون، نمیگه اینی برای ام من کن. خب بعدم میگه که فلما افلت قال یا قومه، همی که غروب کرد گفت که انی بری اون، یعنی صبر کرد خورشید غروب کنه، یه چند ساعتی چند لحظه حضرت ابراهیم صبر کرد، گفت بله این خورشید بزرگتر همین پروردگار ما باشه، وقتی غروب میکنه گفت خب پس این خورشیدم محکوم یک قوائندی است، این خورشیدم کسی دیگه در اینا رو میگردونه، حاکم نیستن، محکومن، یه قدرتی یه قوانینی بر این خورشید حاکمه که از کجا پیدا بشه و در کجا غروب کنه دو. فلما افلت یعنی با سب کنیم زمینه که پیدا شد بعد موعظه کنیم، یعنی برای از جستنمون بعد از بیانی باشه که با
بعد از بیان استدلال باشه. خب از آیه 78 هم بگذاریم، نتیجه این آیه چی شد؟ چه کوچیکی مثل ستاره، چه متوسطی مثل ماه، چه بزرگی مثل خورشید. هیچ موجودی لیاقت پروردگاری و ربوبیت و پرستش نداره. بریم سراغ آیه 79. و السلام علیکم و رحمت الله.